خودت بگو دیگه، برای چی گفتی بیام اینجا؟ خونه به هم ریخت است، به زور اومدم. یارا تلفنی چیزی نگفتم، ولی ذهنم مشغول شده، برای همین گفتم بیا. برای چی؟ یاران تو به گنول گفتی که میران و ریحان تو کلبه؟ متوجه نشدم. من از کجا میدونستم میران و ریحان تو کلبن ها؟ اون روز که من و تو نشسته بودیم یه پیام خاصی اومد رو گوشی من. برای چی داری میگی؟ تو فکر میکنی من پیاماتو خوندم؟ اگه قرار بود این کارو بکنم نمیرفتم به میران التماس کنم که ریحان خواهرشو ببینه، یا برای اینکه سالم از امارت بیام بیرون گله نمیفرستادم پیششون. حالا تو اومدی چیا داری به هم میگی ها؟ واقعا شرمنده، نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی غیر از من هیچ کس نمیدونست که اونا اونجا هستن. یعنی من رفتم به گنول گفتم؟ آره به گنول، به دشمنمون. آخه من با اون چی کار دارم؟ من با آدمایی که خانوادمون رو نابود کردن هم دستی کردم؟ آره میدونی ما چیا کشیدیم فرهاد؟ حالا هم داداشم با ریحان اومده، همه ما شوکه شدیم، هیچ کس نتونست چیزی بگه. مامان بابام نابود شدن، همون موزن همومم همینطور. ببین فرهاد، جلوی آدم عاشق و کوه هم نمیتونه بگیره، جلوی داداشم و ریحانم کسی نتونست وایسه. من به کسی چیزی نگفتم، فهمیدی؟ داداشم اگه اون سر دنیا هم بره ریحانو پیدا میکنه. ولی تو اصلا منو نشناختی، واسه اینکه به هم تهمت زدی برات متاسفم. ولی چشمات یه چیز دیگه ای میگه. آبجی گنول چطوری؟ بهتر نشدی؟ یکم درد دارم، ساده نیست، از مرگ برگشتم. والا معلوم نمیشه چه اتفاقی برای آدم میفته. دیروز چه خوب میگشتی. این یعنی چی؟ دیروز رفته بودم بازار، تو کافه دیدمت. آروم باش، تو کافه دو نفر پیشت بودن، کی بودن؟ دوستان بودن. چه زود تو مدیات دوست پیدا کردی، ماشاءالله. خیر باشه، داری بازخواستم میکنی؟ باید حساب پس بدم. اونو دوستای کارسی من شنیدن اومدم اینجا. حتما همینطوره. ببین منو، داری پاتو از گلیمت درستر میکنی. ای بابا، آخه چرا باید به دروغ بگم؟ غیر این چی میتونه باشه؟ نمیدونم چی میتونه باشه، چون آدم منحصر به فردی هستی، دیگه از کارا تعجب نمی کنم. تو چی داری میگی؟ چون رفتی برای شوهرت خواستگاری، هر چیزی ممکنه. ببین منو الیف. الیف جان، داداشی برو بیرون، میخوایم خصوصی حرف بزنیم. منم منتظر بودم ببینم کی نگرانی حالم میشه میران. گنول،
الان باید به هم بگی اون آزاد چطوری اومد اون کلبه؟ چجوری شما همزمان با هم اونجا بودین؟ میران قسم میخورم من هیچ... گونول! میران به خدا باور کن، من وقتی فهمیدم تو ریحان دوتایی اونجا تنهایین دیوونه شدم. به امید این که باز اونجا این اومدم، چون قبلا اونجا رفته بودین. رسیدم آزاد اونجا بود، وقتی فقط دوتاشون رو دیدم خیلی ترسیدم، فکر کردم آزاد بلایی سر تو برده. وقتی رفتم تو شوکه شدم. ریحان آزاد رو بغل کرده بود و میگفت خوب شد اومدی. یعنی اون به آزاد خبر داده. چطوری خبر داده؟ چطوری؟ من از کجا بدونم؟ معلومه یه راهی پیدا کرده. معلوم بود منتظر بودن تو بری. وقتی هم رفتی آزاد اومده. آخ گلول، آخ، چی کار کردی؟ سر خود چی کار کردی دخترم؟ وقتی پرسیدم میران کجاست، آزاد ریحانو گرفت و خواست بره. درو بستم جلوشون وایسادم. آزاد وقتی میخواست منو بکشه کنار، ریحان چاقوو برداشت و فرو کرد تو شکمم. نتونستم کاری بکنم. میران منو همونطوری ول کردن و رفتن. ریحان حتی منو نگاه نکرد. وقتی میخواستی اینقدر از شر ریحان خلاص بشی، برای چی مانعش شدی؟ چون گناهش میافتاد گردن من. دقیقا مثل الان تو به هم شک میکردی، برای همینم نخواستم که بره. ببین، حرفت رو باور نمی کنم گنول. من می دونم پشت این قضیه بازم تو در می آی، ولی اینو بدون، اگه باشی قسم می خورم که طلاقت می دم. فهمیدی؟ طلاقت می دم. میران گنول رو طلاق میده. تو چی میگی؟ فکر میکنه ریحان و گنول داده دست آزاد. اینو که هر دومون میدونیم. ببین عزیز خانم، تو زن عاقلی هستی. عقل میران دست تو بود، اما حالا قلبش دست یکی دیگه است. اگه قلبش به عقلش پیروز بشه، میران گنول رو طلاق میده. بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، با هم یه نقشه بکشیم. شیرا با شغالا نمیشینن، همه با هم نوعانشون نقشه میکشن. حد تو بدون. این همه مدت حرف نزدم، دهنمو باز نکن. میدونی اگه حرف بزنم چیا میشه؟ داری منو تهدید میکنی؟ آره، اگه من حرف بزنم طوفانی که به پا میشه رو هیچکی نمیتونه بخوابونتش. اول از ضعیفترین حلقه شروع میکنم. به میران میگم چطور مادرشو مثل یه حیوان تو طویله انداختیم. از اینجا شروع میکنم که چجوری تو اون طویله شکنجش دادیم. ولی ببین، یه بار دیگه میگم، این کمترین چیزیه که میگم، اینو خودتم خوب میدونی. آتیشم که باشی به اندازه خودت میتونی بسوزونی. باشه عزیز خانم، بدون که من حرفمو زدم. دیگه فکر اینو تو بکن که آتیش من جایی که وایسادمو میسوزونه یا جایگاه تو دل میرانو میسوزونه. حالا که با شغالا نقشه نمیکشی، بشین رو تخت تو فکر کن نوتو چجوری کنترل کنی.
وای بسم الله، ای وای بر من، این زنه واقعا وحشتناکه، انگار که حاکم شبه. ببینش چجوری مثل جغد وایساده اونجا. خیر باشه خانم. یه بار دیگه فهمیدم تصمیمی که تو گذشته گرفتم چقدر درست بوده اسما. به خاطر کاری که کردم، به خاطر خدا دلم میسوخت. میگفتم اونم مادره، اونقدرشم روا نیست عزیزه، حتی سلطانم حقش نیست. مگه چی شده خانم؟ چی باعث شده اینا رو بگی؟ میدونی چی کار کرد؟ منو تهدید کرد. تهدیدم کرد که منو تو دل میران خاکستر میکنه. نمیدونه فقط با یه حرفم دلش که هیچ، من 30 سالی که گذرون در خاکستر میکنم. آفرین بهت شهریار، باز تومه بزرگی گرفتی. باید ته این قضیه رو در بیارم. زنه ماشالله مثل عروسک ماتروشکا میمونه، مدام از توش یه چیز دیگه در میاد. خیر باشه خزر، برای طلب بخشش اومدی؟ اشتباهی نکردم که طلب بخشش کنم بابا. من فقط اومدم تصمیم نهاییمو بهت بگم. جدی؟ پس بگو تصمیم نهایی چیه؟ همونطور که گفتم منم به این ازدواج راضی نیستم. تو اولین فرصت کار رو منتقل میکنم و خانوادم رو بر میدارم، از اینجا میرم. خانواده که تو منم خزر، با حرفای مسخرات برو عصبانی نکن. میخوای به خاطر دختری که اسممونو لکه‌دار کرده و از خونتم نیست خانواده تو ترک کنی خزر؟ این همه سال گذشته ولی تو نفهمیدی بابا، نفهمیدی. ریان از خون من نباشه از جونمه. تو چی؟ تو حتی برای کسایی که از خونتم هستن نتونستی پدری کنی، ولی من نمیذارم بچه‌ام سرفکنده باشن. من اجازه نمیدم خانوادم از هم بپاشه بابا، اینو بدون. خزار، اگه از این خونه بری دیگه نمیتونی برگردی. اگه رفتی آشیونتو فراموش کن. آشیونه من این 4 دیواری نیست بابا، جاییه که دل خانوادم خوش باشه. زهرا خانم، مگه من بهت نگفتم فکر رفتن از اینجا رو فراموش کنی؟ چه خبره؟ چرا سر من داد میزنی؟ الان خزر اومد پیشم، پسرمو گول زده، میگه میریم. آره میریم، دیگه نمیتونی اینجا نگهمون داری. تو کی هستی؟ خیال کردی کی هستی؟ زهرا، من زن خزر شادوغلوام، عروس این خونم. بس دیگه، بی خودی به هم فشار نیار. تموم شد آنسو، ظلمی که به همون کردی تموم شد.
ما از اینجا میریم. بفرما، در اونجاست. یلا گم شبارا. ولی پسرم و گلو نمیتونی ازم بگی. اونا اموال تو نیستن، اونا خانواده منن. زهرا خانم، اگه تو منو از بچم جدا کنی، منم از بچم جدات میکنم. چجوری میخوای منو از بچم جدا کنی؟ دروغایی که سالهاست به ریحان گفتی و تک تک بهش میگم، بهش میگم شادوغلو نیست، میگم با دروغ بزرگش کردی. اون وقت ببینم ریحان به صورتتون نگاه میکنه با هاتون بیاد. نمی کنی؟ ای کنم. اگه من اولادم از دست بدم، تو هم اولادتو از دست میدی. حالا برو شوهرتو گانه کن. شما نمیتونین از اینجا جم بخورین. اینو تو مقصد فرو کن. نه نه نمی کنه. نه دیگه اینجا جایی که به دنیا اومدم، کنار پدر و مادرم هم. چقدر برای برگشتن به این خونه تلاش کردم، برگشتم، ولی چرا دلم خنک نشد؟ یه طرفش یخ زده و یه طرفش هم هنوز میسوزه. چرا احساس غریبی میکنم؟ چرا الان حس میکنم از خونم جدا افتادم؟ دوستش داشتم و ازم گرفتی، ولی من نجاتت دادم. ببین، زن برادرم کردمت، به خونت برگردوندمت. به خاطر من این کارو کردی؟ من به خاطر تو هیچ کاری نمی کنم. بهت گفته بودم ریحان، گفته بودم روزایی که خون گریه میکنی و میبینم. ببین، دیدمش، گفتم جیگرت آتیش میگیره. آتیش گرفت. گفتم آواره میشی، آواره شدی. تو رو زن کسی که دوست نداری میکنم. هر روز میمیری، هر روز دلت میسوزه، ولی غیر اون مردی که دوستش نداری هم جایی برای رفتن نداری. تو چقدر آدم بدی هستی. من بد نیستم، من فقط حقمو میگیرم، با زور و با چنگ و دندون میگیرم. آره ریحان، همه تو این دنیا چیزی که حقشونه رو میگیرن. میرا، تو این تابو قشنگ برای خودت خونه کردی. والا خوب درستش کردی. فاتاق جدید پیدا کردی. باید یه راهی پیدا کنم فرهاد. میخوان ریحانو با آزاد عقد کنن.
میران داداشم منصرف شد دیگه. آخه هنوز دنبال چی هستی؟ چه فرقی میکنه با آزاد باشه یا با کس دیگه ای؟ چرا عصبانی؟ میدونم میخوای موضوع به کجا بکشونی، ولی اشتباه میکنی. اشتباه میکنم، آره اشتباه میکنم. خب عاشقی دیگه، عاشقی. اعتراف کن، به خودت اعتراف کن، برو به دختر اعتراف کن، بگو من فکر نمی کردم اینطوری بشه، بگو عاشق شدم، بگو ببخش. ناروم میشی. چه عشق و دوست داشتنی. احساسات فقط آدم ها رو ناراحت میکنن، چیزای پوچی هن. من با چیزای پوچ کاری ندارم. اصلا عشق چیه؟ عشق چیه؟ من بهت بگم که عشق چیه؟ بگو. عشق همینه، خواب به چشت نیاد، نتونی هیچ جا بمونی، دلتنگ بشی. وقتی به این فکر میکنی قراره با یکی دیگه باشه، تو هوای یخبندون مثل زغال بسوزی. ببین، حتی تو این هوا سردت نیست. من سردمه، مسئله اون نیست. پس چیه؟ مسئله چیه؟ تو رو خدا بگو. اینه که تا من نخوام کسی نمیتونه داستان من رو تموم کنه. مسئله اینه. تو دیگه برو. نه، من تو رو تنها نمیذارم. نه، تو برو. باشه.
خوب خریدایی کردیم ها. خانم میرا کجا غیبت زد؟ دنبالت میگشتم. پس روبرو شدین ها؟ با کی؟ این دختره دیگه. مگه اون کیه؟ اون دختره دلیل اومدنت به مدیاته. دختره دشمن جونیته، ریحان شادوغلو. چی شده داداش؟ نکنه پسندیدیش؟ اصلا عاشق ماشق نشی امیرا؟ هنوز انقدر دیوونه نشدم که عاشق دختری بشم که از باباش متنفرم. بعدم عشق وجود نداره. پس مشکلی هم وجود نداره. بریم هتلی که میخواییم بخریم و ببینیم. بشین. چی کار کردی؟ نگفتم از شر ریحان خلاص میشین؟ به لطف تو جهانم. چطور به فکرت رسید؟ خوب شد منو فرستادی اونجا. ریحان ریحان حالا که از شر اون ریحانم خلاص شدیم بی بریم یه خواب راحت بکنیم. من اصلا خیالم راحت نیست جهان. خیلی میترسم که نگیرتش. هرگه چی نگیره؟ البته گفت بفرستش بیاد کنار تا. خب پس از چی میترسی؟ راحت باش. دلم شور میزنه. چرا؟ شما چی کار کردین؟ اگه بفهمن چی؟ چی کار کردین؟ میخوای منو بکشی؟ آقا جونم نه؟ درست حد زدم.
میدونستم تو اون امارت نگه هم نمیداره. داداش رضا منو کجا میبری؟ دستای خودم ریحانو برات میارم، تو هم هر جا دلت میخواد همون جا بردار ببرش. نه کسی میفهمه شما کجایی، نه از من خبردار میشن. خواسته یه هر دوتامونم میشه میران. ریحان حلال من میشه. آزاد، ریحان با آزاد رفت. هم با تو اگه بهشتم به هم بدن از اونم منصرف میشم. نمیاد. چرا من آوردی اینجا؟ تو اینجا رو از کجا میشناسی؟ میخوای من اینجا بکشی؟ پیاده شو ریحان خانم. رضا چه خبره؟ چیزی نپرس ریحان خانم، پیاده شو. اگه لازم باشی من اینجا منتظرتم. اومدی اینجایی؟ نمیدونستم دارم میام پیش تو. برای چی دوباره با هم روبرو شدی ها؟ ریحان من همه چیو میدونم. تو رو مجبور کردن با آزاد ازدواج کنی، با کشتن تهدیدت کردن. تو نگران نباش، من همه چی رو ردیف کردم. میریم. از کجا میدونی با تو میام؟ ریحان تو کی هستی؟ آخه تو کی هستی که من با تو بخوام بیام؟ بلاهایی که سرم آوردی کمه؟ این که قلبمو از جاش کندی بس نبود؟ فکر کردی با لباس هر سومه ایدونه میدیات انداختینم و به خاطر تو خواستن منو بکشنم و حتی از پدر و مادر و خواهرم جدام کردی و فراموش میکنه؟ فکر کردی دلم خنک میشه؟ و الان دستتو میگیرم و باهات میام. آره؟ پس همه چی رو ردیف کردی؟
میران من تو رو هیچ وقت نمی بخشم. دلم خونک نمیشه. یه قسمی خوردم پاش وای میسم. کاری که با هم کردی و فراموش نمی کنم. تو دیگه نیستی. من دیگه نه با تهدید به مرگ و اصرار آزاد، با رضایت و خواست خودم با آزاد ازدواج میکنم. خیلی خوشبخت میشم. اونقدر تو گذشته میمونی که انگار هیچ وقت نبودی، انگار کسی به اسم میران اصلان به یو هیچ وقت نشناختم. پس باید منو بکشی. تو الانم مردی میران. خودت به هم یاد دادی که چطوری میشه یکی رو بدون شلیک یه گلوله کشت. هیچ کس نمیتونه با میران اسلام به این کارو بکنه. من هنوز نگفتم تمومه. همه چی اینجا شروع شد. فکر میکردم تو یه رویایی، ولی بیدار شدم. همه چی همینجا تمومه. ریحان، میدونی داستان من و تو اینجا تمام شد میران اصلان بی. اینجا تمام شد میران اصلان بی. ریحان، ریحان! ریحان!